بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و درود بر شما بینندگان گرامی. من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه امام حسین علیه السلام در خدمت شما بینندگان محترم هستم. با هم بپردازیم به سرخط اخبار امشب. طرح جدید عراق برای کاهش ریزگردها با همکاری بریتانیا. شستشوی حرمهای مطهر حسینی و عباسی با اتمام عزاداری‌ها. و سازمان ملل در 3 دهه اخیر 45,000 نفر در افغانستان قربانی مین و مهمات باقی مانده از جنگ شدند. وقت شما بخیر. وزارت محیط زیست عراق اعلام کرد که طرح جدیدی را با هدف جلوگیری از تأثیرات ریزگردها و طوفان‌های شن و ممانعت از تخریب اراضی با همکاری دولت بریتانیا اجرا خواهد کرد. همکارم در این زمینه گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. اداره تحقیقات آب و هوایی وزارت محیط زیست عراق از آمادگی برای اجرای طرح جدیدی با هدف جلوگیری از تأثیرات گرد و غبار و طوفان‌های شن و ممانعت از تخریب اراضی خبر داد. یوسف معید، رئیس اداره تحقیقات آب و هوایی وزارت محیط زیست عراق، اظهار داشت که این طرح با حمایت مالی و فنی دولت بریتانیا برای جلوگیری از تأثیرات ریزگردها و طوفان‌های شن و جلوگیری از تخریب اراضی در نتیجه تأثیرات تغییرات آب و هوایی در جنوب عراق اجرا می‌شود. وی افزود، این طرح را یک تیم ملی متشکل از تمام وزارتخانه‌ها با هماهنگی و حمایت دولت بریتانیا و نهادهای زیرربط سازمان ملل اجرا خواهد کرد، به طوری که این پروژه با دستیابی به راه حل‌های واقعی برای جلوگیری از تأثیرات طوفان‌های شن و گرد و غبار و جلوگیری از تخریب اراضی تمرکز خواهد داشت. معید خاطر نشان کرد، حجم طوفان‌های شن و گرد و غبار و جو غبارآلود در عراق اندک نیست و به سبب تأثیرات تغییرات اقلیمی شاهد افزایش چشمگیر این پدیده در تمام استان‌ها هستیم. گفتنی است که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران نیز در رابطه با همکاری مشترک بین ایران و عراق و سوریه در زمینه حل مشکل ریزگردها گفت، مقرر شد 4 استان در کشور ایران و 4 استان در کشور عراق در خصوص گرد و غبار وارد حوزه میدانی شوند. سوریه هم همکاری لازم را با ایران داشته و داده‌های بسیار خوبی در این حوزه اعلام کرده است. وی در ادامه افزود، این همکاری همراه با روش‌های بیولوژیک، مهندسی و سایر روش‌ها با استفاده از ظرفیت‌های 2 کشور صورت می‌گیرد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران خاطر نشان کرد، سوریه همکاری لازم را با ایران داشته و داده‌های بسیار خوبی در این حوزه اعلام کرده است و مقرر شد که داده‌های لازم در حوزه محیط زیست بین 2 کشور رد و بدل شود. منطقه دیرزور از نظر امنیتی مشکلاتی دارد و فضا تقریبا در این منطقه جنگی است که سبب افزایش گرد و غبار شده و متاسفانه دسترسی لازم به این منطقه وجود ندارد. از امید فراغت، خبرنگار و فعال رسانه‌ای از تهران، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای فراغت سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. جناب فراغت، راه حل اساسی حل مشکل ریزگردها به ویژه در ایران چیست و آیا بهره‌گیری از توان برخی از دیگر کشورها در این زمینه تأثیر دارد؟ بفرمایید. وقتی ما تحریم هستیم و غرب رو به رسمیت نمی‌شناسیم، تو فضای آمریکا ستیزی هستیم،
خب معلومه که نتیجه خوبی رو نمیگیریم. ما برای اینکه بتونیم مشکلاتمون رو برطرف کنیم، همه کشورهای کمتر توسعه یافته باید بتونن با جهان آزاد ارتباط داشته باشن و از فناوری و تکنولوژی اونا استفاده کنن. واقعا اینجا جا داره که از دولت عراق تشکر کرد که به این عقلانیت رسیده که از تجربه و دانش کشورهای توسعه یافته مثل بریتانیا، آمریکا و دیگر کشورهای بزرگ استفاده کنه. بله، با تشکر از امید فراغت، خبرنگار و فعال رسانه‌ای از تهران که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند. بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. استانداری بغداد از راه اندازی قریب الوقوع دو کمپین برای سازماندهی مسیر زائران به شهر مقدس کربلا خبر داد و خاطر نشان کرد که این مسیر به 7 بخش تقسیم می شود. در همین راستا عبدالله حسین، مدیر راه‌ها و پل‌های استان بغداد، طی اظهاراتی گفت این پروژه شامل پاکسازی جاده، آواربرداری، تعمیر آسیب‌های وارده به جاده و فرسایش آن و آماده سازی پل‌های عابر پیاده و روگذرهای موجود می باشد. لازم به ذکر است تکمیل این پروژه در مدت 20 روز انجام می شود تا مسیر برای زائران و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در زمان زیارت اربعین مهیا و مناسب باشد. به منظور کاهش قاچاق و نفوذ تروریست ها، عراق به ساخت دیوار جدایی در مرز این کشور با سوریه ادامه می دهد. یک منبع امنیتی در استان نینوا گفت کارهای ساخت و ساز در مرز عراق و سوریه در شرق الحسکه به ویژه در منطقه رابعه غرب نینوا ادامه دارد. این منبع تأکید کرد اهمیت این مانع و دیوار امنیتی در کاهش قاچاق و جلوگیری از نفوذ تروریست ها ضروری است. زمریالی طرزی، باستانشناس برجسته افغان، روز جمعه در 85 سالگی در شهر استراسبورگ فرانسه درگذشت. طرزی در رشته باستانشناسی شرقی در دانشگاه استراسبورگ تحصیل کرده بود و در دهه 1980 میلادی چندین سال به عنوان رئیس اداره باستانشناسی افغانستان کار کرد. با اشغال افغانستان توسط ارتش شوروی، طرزی به فرانسه پناه برد و تدریس باستانشناسی شرق نزدیک و آسیای مرکزی در دانشگاه استراسبورگ را آغاز کرد. تا کنون 151 مورد ابتلا به تب دنگی و یک فوتی در ایران گزارش شده است. شهنام عرشی، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، همچنین اعلام کرده که انتقال تب دنگی در بندر لنگه هرمزگان وجود دارد و لازم است موارد مورد لزوم جهت جلوگیری از گزش پشه از سوی افراد و مسافران به شهرها و کشورهای آلوده رعایت شود. آقای عرشی در ادامه افزود موارد شناسایی تب دنگی در تهران، مشهد، قم و قزوین وارداتی بوده و به معنای شیوع بیماری در این شهرها نمی باشد. معاون پژوهش سازمان نظام پزشکی ایران از وقوع روزانه 500 مورد سکته مغزی در ایران خبر داد. محمد رضا عزیزی، متخصص مغز و اعصاب و معاون پژوهش سازمان نظام پزشکی ایران، در یک نشست خبری درباره همایش روز جهانی مغز که اول مرداد برگزار شد، از وقوع روزانه 500 مورد سکته مغزی در ایران خبر داد. به گفته عزیزی، در ایران روزانه حدود 500 نفر دچار سکته مغزی می شوند که این عارضه در یک سوم این افراد به ناتوانی های جسمی منجر می شود. احزاب شرکت کننده در کنفرانس حریت در هند اظهار داشتند کشور هند هر حقی از جمله حق بیان و فعالیت‌های سیاسی را از کشمیرها روبوده است. عبدالرشید منهاس، یکی از وکلای شرکت کننده در این کنفرانس، طی بیاناتی اظهار داشت
حزب بهاراتیا جناتا که تحت کنترل دهلی نوست، حتی به مردم کشمیر اجازه تجمع آزادانه و بیان عقیده خود را نمی دهد و با کمک زور و خشونت قوانین فاجعه آمیزی را برای ترساندن مردم مظلوم کشمیر وضع نموده است. و در ادامه از اینکه سازمان‌های هندوتوا اقتصاد کشمیری‌ها را تضعیف کرده‌اند و همه منابع از جمله منابع طبیعی را از آنها ربوده‌اند ابراز تأسف کرد. دادگاه فدرال کیفری آرژانتین تصمیم خود را در مورد موضوع نسل کشی اویغورها صادر کرد و به دادستان دستور داد تا تحقیقات را آغاز کند. سه سازمان غیر دولتی از جمله کنگره جهانی اویغور، کمیته حقوق بشر اویغور و وکلای حقوق اویغور در ماه آگوست 2022 شکایتی را تنظیم نموده و در آن به جنایات بین المللی ارتکاب یافته علیه اویغورها و دیگر مردم ترک در سینکیانگ چین اشاره کردند. شاین ذکر است این شکایت به همراه شواهدی از کار اجباری، سقط جنین و عقیم‌سازی اجباری، شکنجه، بازداشت دست جمعی در اردوگاه‌ها و قتل مردم اویغور است. در رشته کوه‌های آند یخچال‌های طبیعی به سرعت در حال کوچک شدن هستند و این پدیده جان میلیون‌ها نفر را به خطر می‌اندازد. افزایش دمای کره زمین به دلیل تغییرات آب و هوایی منجر به عقب نشینی یخچال‌های طبیعی و ذوب شدن یخ‌های دائمی در رشته کوه‌های آند شده است. گفتنی است همین امر سبب شکل‌گیری تالاب‌های جدید شده و رانش زمین کوهنوردان را مجروح کرده و فروچاله‌های بزرگ شکافته شدند. عوامل اجرایی حرم‌های مطهر حسینی و عباسی در اقدامی که تعهد آنان را به حفظ پاکیزگی و ایمنی این اماکن مقدس نشان می‌دهد، فعالیت گسترده‌ای را برای برداشتن شن و ماسه در اطراف درهای حرم‌های مطهر را آغاز نمودند. همکارم از فعالیت‌های عوامل اجرایی حرم‌های مطهر حسینی و عباسی در این زمینه گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. مراسم بزرگداشت عاشورا یکی از مهمترین مناسبت‌های دینی است که در سرتاسر جهان و در میان مردم مؤمن و محبان اهل بیت علیهم السلام برگزار می‌شود. این مراسم در شهر مقدس کربلا در جوار حرم مطهر حضرت سید الشهدا و حضرت ابوالفضل العباس با حضور میلیون‌ها زائر عزادار به منظور گرامی داشت شهادت امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش با شکوه خاصی برگزار می شود. مراسم بزرگداشت عاشورا در شهر مقدس کربلا شامل مجموعه ای از آداب و رسوم و فعالیت هایی است که از قرنها پیش در این سرزمین به عنوان میراث از گذشته به جا مانده و به تقویت پیوندهای معنوی بین زائران و محبان اهل بیت علیهم السلام و این مکان مقدس کمک می کند. پیش از آغاز ماه محرم، دستندرکاران حرم‌های مطهر امام حسین و حضرت عباس با بهره‌گیری از تمامی امکانات خود برای رفع کاستی‌ها و مشکلات فراروی زائران و عزاداران در این ماه سوگواری، به ویژه برگزاری هرچه با شکوه‌تر مراسم‌های ویژه شب و روز عاشورا، همچنین سوگواری خون و شمشیر و نیز برنامه‌های دسته‌های عزاداری توبیریج و بنی اسد فعالیت‌های گسترده‌ای را آغاز کردند. به همین منظور دیوارهای سرتاسر حرم‌های مطهر با نایلون‌های پلاستیکی پوشانیده شد. همچنین ادارات فنی مربوطه نیز به صورت شبانه روزی عملیات شنریزی و تسطیح راه‌های منتهی به حرم‌های مطهر و محل رفت و آمد زائران از جمله مواکب مختلف و دسته‌های عزاداری توبیریج بنی اسد به ویژه در اطراف درب‌های ورودی را انجام دادند.
در ادامه فعالیت‌های مذکور علاوه بر پوشاندن سرتاسر حرم‌های مطهر و بین الحرمین با موکت قرمز، قسمت زیرین موکت‌ها فرش‌های شفاف نایلونی نیز قرار داده شد که مقدار آنها بالغ بر بیش از 14,000 متر مربع تخمین زده شده است. هم‌اکنون با اتمام مراسم‌ها نوبت پاکسازی و تنظیف حرم‌های مطهر فرا رسیده و دستان در کاران حرم‌های مطهر در راستای خدمت رسانی هرچه مطلوب‌تر به زائران حسینی اقدامات لازم در این زمینه را انجام دادند. در همین راستا شنها و خاک‌هایی که در ورودی‌های حرمین برای عزای غمزنی و دسته‌های عزاداری طبیریج و بنی اسد ریخته شده بود، جمع‌آوری و نظافت و شستشوی حرم و اطراف حرم و برداشتن موکت‌ها و نایلون‌های زیرین آنها و همچنین نایلون‌های دیوارهای حرم با سرعت هرچه تمام‌تر صورت پذیرفت. عوامل اجرایی حرم‌های مطهر حسینی و عباسی همواره در تلاش برای فراهم نمودن محیطی راحت و مطلوب و نظیف برای زائران و محبان اهل بیت علیهم السلام به منظور انجام شعائر حسینی هستند که اقدام‌های یاد شده نیز در این راستا صورت گرفته است. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا می‌گوید که از سال 1989 تا کنون 45,000 شهروند افغانستان قربانی انفجار مین و مواد انفجاری باقی مانده از جنگ شدند. این نهاد روز یک شنبه 31 تیر با انتشار پستی در ایکس گفته است که این آمار به این معناست که در هر ماه 110 نفر در افغانستان قربانی مین و مواد انفجاری باقی مانده از جنگ شدند. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل گفته است، اما در سال 2024 کمبود بودجه برنامه‌های پاکسازی مین و کمک به قربانیان را تهدید می‌کند و جان 3.4 میلیون نفر را به خطر می‌اندازد. اوچا پیش از این گفته بود که از ژانویه تا ژوئن سال 2024 میلادی در مجموع 292 نفر در افغانستان قربانی مین و مواد انفجاری باقی مانده از جنگ شدند. این نهاد گفته بود که 88% از قربانیان کودکان بودند. 50% از این رویدادها زمانی رخ داده که کودکان در حال بازی با مواد انفجاری باقی مانده از جنگ بودند و 15% دیگر زمانی رخ داده که کودکان در حال جمع‌آوری آهن‌پاره بودند. گفتنی است افغانستان به دلیل چند دهه جنگ از جمله کشورهایی است که مین‌ها و مواد انفجاری باقی مانده از جنگ هنوز جان شهروندانش را تهدید می‌کند. بخشی از این مین‌ها را طالبان در بیش از دو دهه گذشته در بخش‌های مختلف کشور کارگزاری کردند. سازمان ملل متحد می‌گوید که 3 میلیون نفر در افغانستان در شعاع 1 کیلومتری مین‌ها و مواد انفجاری باقی مانده از جنگ زندگی می‌کنند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. طرح جدید عراق برای کاهش ریزگردها با همکاری بریتانیا. شستشوی حرم‌های مطهر حسینی و عباسی با اتمام عزاداری‌ها. و سازمان ملل در 3 دهه اخیر 45,000 نفر در افغانستان قربانی مین و مهمات باقی مانده از جنگ شدند. عزیزان بیننده، از اینکه تا پایان این بخش خبری همراه ما بودید سپاسگزاریم. شب خوش، خدایار و نگهدارتون.